تنی به نام میر از ایران رو بشنویم. میر میگه تا اونجایی که به اشرفی ها و ما مردم ایران برمیگرده، انتخاب خودمون رو کردیم و پای همه چیز هستیم، ولی به قول معروف زمستون میره و روسیاهیش برای زغال میمونه. و تاریخ این سازمان هم نشون داده از گردنه ها با وجود این رهبری عبور خواهد کرد. همون خدایی که مسعود رو از زندان شاه آزاد کرد و هواپیما رو وسیله پرواز برادر کرد و سالم رسوندش به قصرگاه امام حسین، همین خدا هم اشرفی ها رو حفظ میکنه. حالا هی خامنه ای مالکی دست و پا بزنند. خانم افسانه اسکویی نمایشگاهی رو از نقاشی هاشون برای روز شنبه 17 دسامبر در سوئد ترتیب دادند. نوشته: با سلام و با آرزوی پیروزی اشرف و اشرفیان، به این وسیله به اطلاعتان میرسانم که یک نمایشگاه از نقاشی های این جانب از طرف انجمن زنان هوادار شورای ملی مقاومت در استکهلم برقرار خواهد شد در حمایت از اشرفیان، و نام این نمایشگاه هم همانطور که در آفیش میبینید ایران اشرف آزادی میباشد، تقدیم به شهدای اشرف در جنایت خامنه ای مالکی. ما هم درود میفرستیم به شما. هموطنی با عنوان در ایران تنگستان نوشته: لعنت ابدی بر مزدوران وزارت نجاست اطلاعات آخوندی، درود بر مسعود معلم صدق و فدا، شخصی که برای محقق کردن آزادی بزرگ مردم بزرگ ایران از همه چیز خود گذشت. او 8 سال را زیر شکنجه های فراوان سپری کرد و البته از دست دادن همرزمانش درد دیگری، همچنین از دست دادن پدر و مادر و شهادت خواهرش به همراه همسر و فرزندانش و آن هم بعد از سالیان رنج در زندان. ترور برادرش پروفسور کاظم رجوی در سوئیس و شهادت همرزم شیرزنش اشرف رجوی و اسارت فرزند 1 ساله‌اش مصطفی. فریبرز هم در پیامش اینطور نوشته: با درود بیکران خدا بر اشرف و حامیان و رهبرانشان و با ایقان به پیروزی مقاومت و رهایی مردم از چنگال رژیم خون و جنایت خمینی پرید و بازماندگانش. ایستادگی مجاهدین و اشرفیان قهرمان بیشتر از پیش دست مماشاتگران رو رو کرده و 2 راه سر راه آنها قرار داده: اول قطع مماشات و حمایت واقعی از مقاومت مردم ایران، و دوم بی‌آبرویی بیشتر نزد مردم دنیا. لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه‌ای، پیروزی از آن مردم خواهد بود با رزم 100 برابر حامیان واقعی مردم و مجاهدین و اشرفیان دلاور و حامیان مقاومت. تشکر میکنیم از همه همیهنان عزیزی که روی صفحه فیسبوک ما برامون پیام گذاری میکنن، تصویر و مطالبی رو برامون میفرستن. در روزهای آینده باز هم به صفحه فیسبوکمون نگاهی خواهیم انداخت.